حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در تاریخ دهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری در 28 سالگی به شهادت رسیدند. ایشان که علاوه بر فرزند و خواهر و عمه امام معصوم بودند، عالم و محدث بودند، از شخصیت‌های مورد احترام شیعیان هستند و آرامگاه ایشان در شهر مقدس قم سالان پذیرای میلیون‌ها زائر است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 25 سال بعد از تولد امام رضا علیه السلام دیده به جهان گشود. در مورد روز تولد ایشان اختلاف وجود دارد. بنابر نقلی اول ذی‌القعده سال 173 هجری روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. پدر ایشان امام موسی کاظم علیه السلام و مادرشان بانوی پرهیزکار به نام نجمه بود. مهمترین لقب فاطمه دختر امام کاظم علیه السلام معصومه می باشد و از روایتی منتسب به امام رضا علیه السلام اخذ شده است که فرمود منظار المعصومه به قم کمنظارنی. هر کس حضرت معصومه علیه السلام را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از پدر در سال 179 تحت کفالت و سرپرستی برادرشان حضرت امام رضا علیه السلام قرار گرفتند و تا سال 200 هجری قمری یعنی 21 سال تمام در کنار برادر بزرگوارشان به مقامات عالی و کمالات علمی و معنوی و اخلاقی دست یافتند. برخی از مقامات ایشان عبارتند از مقام شفاعت. در مقام و منزلت و جایگاه این بانوی بزرگوار نزد اهل بیت علیهم السلام همین بس که امام صادق علیه السلام فرمودند آگاه باشید بهشت 8 درب دارد که 3 درب آن به سوی قم است. بانوی از فرزندان من در آنجا وفات می کند که نامش فاطمه دختر موسی است. همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می شوند. همچنین مقام معنوی ایشان در مرحله ایست که در فرازی از زیارتنامه معروفشان که توسط امام رضا علیه السلام بیان شده است می‌خوانیم ای فاطمه مرا در بهشت شفاعت کن، چرا که در پیشگاه خدا دارای جایگاه با عظمتی هستی. مقام علمی و حدیثی. حضرت معصومه سلام الله علیها از لحاظ علمی و حدیثی همانند مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها عالمه و محدثه بودند و همان گونه که حضرت زهرا سلام الله علیها با استدلال‌های متین و استوار حقانیت ولایت حضرت علی علیه السلام را تبیین می‌کردند، حضرت معصومه سلام الله علیها نیز چنین بودند. همچنین در باب جایگاه علمی حضرت معصومه نقل شده است که روزی عده‌ای از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسش‌هایی داشتند که می‌خواستند از محضر امام کاظم علیه السلام بپرسند و ایشان در سفر بودند. از این رو فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ آنها را نوشتند و به آنان تسلیم نمودند. آنان از مدینه خارج شده و در بیرون شهر با امام کاظم علیه السلام روبرو شدند. هنگامی که امام پرسش‌های آنان و پاسخ‌های حضرت معصومه سلام الله علیها را مشاهده کردند، سه بار فرمودند فداها ابوها، پدرش به فدایش باد. حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 201 هجری قمری به قصد دیدار برادر از مدینه به سوی خراسان حرکت کردند، اما هنگامی که به ساوه رسیدند مسموم و بستری شدند. آن حضرت که از وجود قم و سکونت شیعیان در آن اطلاع داشتند به خادم مخصوص خود فرمودند مرا به قم ببرید. در رابطه با کیفیت شهادت آن حضرت نقل‌های مختلفی ذکر شده، اما آنچه که مسلم است دشمنان اهل بیت در قضای حضرت معصومه زهر ریختند و آن بانوی گرامی مسموم گشته و بستری شدند و طولی نکشید که در قم به شهادت رسیدند. افراد گرایان مرتبط با سنی های تندروی داعش دست کم 26 نفر را در شرق کنگو کشتند. به گفته مقامات در میان قربانیان 7 عضو یک خانواده توسط مهاجمان در خانه خود کشته شدند. نیکولاس کیکوکو معاون فرماندار منطقه گفت که بیشتر قربانیان در خانه هایشان هدف گلوله قرار گرفتند و تعداد کشته ها احتمالاً بیشتر از آن چیزی است که گزارش شده است. وزیر خارجه استرالیا پنی وانگ در کنفرانس وزیران آسئان که در جاکارتای اندونزی برگزار شد بر ایستادگی همه جهانیان در برابر اسلام هراسی تاکید کرد.
اظهارات پنی وانگ پس از آن بیان شد که هفته گذشته دو مسجد در آدلاید استرالیا جنوبی مورد حمله آتش سوزی قرار گرفتند، اتفاقی که وی آن را هولناک نامید. وانگ در شبکه ایکس نوشت: همه ما باید در برابر اسلام حراسی بایستیم. همه ما مسئولیت داریم که در هر کجا که میبینیم تبعیض، سخنان نفرت انگیز و تعصب وجود دارد ساکت نباشیم. در همین راستا احمد زریکا رئیس جامعه اسلامی استرالیای جنوبی اظهار داشت جامعه استرالیا در اوایل ماه جاری شاهد جنایات ناشی از نفرت علیه مسلمانان بوده است. دولت ایالتی کالیفرنیا روز چهارشنبه از یک سازمان کمک‌های بشردوستانه شیعی به دلیل نقش فعالش در کمک رسانی به کودکان و زنان نیازمند تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سازمان بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه زمان به مدیریت خانم نجاح بازی از دولت ایالتی کالیفرنیا نشان افتخار دریافت کرد. گفتنی است این تجلیل طی مراسمی در این ایالت با حضور رؤسای بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه اسلامی و غیر اسلامی برگزار شد. شایان ذکر است سازمان زمان به دلیل تلاش‌های فراوانی که در سال‌های گذشته در تغییر زندگی زنان و کودکان حاشیه نشین انجام داده است، شایسته دریافت چنین نشان افتخاری از سوی دولت ایالتی شد. به گفته مقامات بنگلادش، تخلیه حدود 1.5 میلیون نفر در 10 منطقه ساحلی این کشور با شدت گرفتن طوفان هامون در روز سه‌شنبه آغاز شده است. آنومور رحمان، وزیر مدیریت بلایای طبیعی و امداد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که دولت تمام اقدامات لازم را برای تخلیه 1.5 میلیون نفر از مناطق آسیب‌پذیر و انتقال آنها به پناهگاه‌های دولتی در 10 منطقه ساحلی انجام داده است. در ایالت اودیشا در شرق هند نیز اداره هواشناسی از ماهیگیران خواست در امتداد و خارج از ساحل اودیشا و مجاور خلیج بنگال مرکزی وارد دریا نشوند. به گزارش گاردین، آنفلانزای مرغی به قطب جنوب رسیده است و نگرانی های برای پنگوئن ها و فوک هایی که قبلا هرگز در معرض این ویروس کشنده قرار نگرفته بودند افزایش داده است. این ویروس در میان پرندگانی به نام اسکوای قهوه‌ای یافت شده است. گمان می‌رود این پرندگان مهاجر این ویروس را با خود از آمریکای جنوبی، جایی که آنفولانزای پرندگان در آن شیوع دارد و تاکنون جان حدود 500 هزار پرنده دریایی و 20 هزار شیر دریایی را گرفته است، آورده باشند. به گفته دکتر مگان دوار، رئیس شبکه بهداشت حیات وحش قطب جنوب، این بیماری میتواند منجر به ناکامی در تولید مثل آن هم به صورت فاجعه بار در منطقه شود و تأثیر مخربی بر بسیاری از گونه های حیات وحش داشته باشد. بر اساس یافته های انستیتو جورج تان و مؤسسه تحقیقات صلح اسلو، افغانستان با کسب کمترین امتیاز در میان 177 کشور جهان در بخش پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار گرفته است. انستیتو جورج تان برای زنان، صلح و امنیت، وضعیت زنان را در 177 کشور جهان بر مبنای مشارکت، عدالت و امنیت، تحصیلات، مرگ و میر مادران، شغل، خشونت‌های سیستماتیک و خشونت علیه زنان بررسی کرده است. یافته این تحقیق از نهادهای چون سازمان ملل متحد، بانک جهانی، مؤسسه نظرسنجی گالوب جمع‌آوری شده است. رئیس بانک جهانی میگوید درگیری‌ها در خاورمیانه تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش داده و این در حال حاضر بزرگترین خطر برای اقتصاد جهان است. به گزارش رویترز، رئیس بانک جهانی روز سه‌شنبه دوم آبان در کنفرانس سالانه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده گفته است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصادهای در حال توسعه ضروری است، اما خطرات سیاسی در برخی کشورها مانع این سرمایه‌گذاری می‌شود.
او افزوده است حدود 1 تریلیون دلار فقط برای انرژی‌های تجدیدپذیر در بازارهای نوظهور مورد نیاز است، در حالی که پول کافی در خزانه دولت‌ها یا حتی در بانک‌های توسعه چند جانبه وجود ندارد.